سلام بچه ها خوش آمدین در یک ویدیوی دیگه با من مشتبا حسینی امیدوار هستم که هر جایی هستین حال دلتان پر از خوشی و خوشبختی باشه این ویدیو قرار با هم بریم درباره نیو مرور کنیم و مخصوصا قیمت سهامش حالا اگر جدید هستین درباره نیو بیشتر نمیدونین یک یعنی مقدار درباره نیو برش توضیح میدیم که نیو چی هسته نیو یک کمپانی چینایی هستن که این برقی می سازن. نیو واقعا داغ دربارش صحبت میشه یکی از کمپانی هسته که در 2021 خیلی رشد داشته و یکی از کمپانی هسته که در ماهی گذشته ماه فوریه وقت بازار مالی خراب بود و خیلی هم ارزش سهامش رفت پایین کمپانی دیزاینینگ هسته که روی ماشین های برقی کار منه و ماشین برقی می سازه که در حال حاضر ماشین همه جای دور دنیا وجود نداره و هر روز کمپانی کار منه. و واقعا رشدی بینهایت زیاد داشته اگر جدید هستی در کانال دوست داری درباره سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال سهام و همچنین ایده های کار آنلاین یاد بگیری خوشحال میشم که کانال سابسکرایب کنی زنگوله رو بزنین اسمش کنین لایک را با هم بریم قیمت نیو رو ببینیم نیو را مریم قیمت مثلا ما یک سال گذشته شر میبینیم نیو سکنین در مثلا ما مریم از جانوری جانوری 2020 یعنی زمانی که من خودم یک سهام نیار خریدم دقیق یاد نمونه کدوم ماه بود اون وقت فقط دو دلار بود سکن در مثلا در شروع جانوری اه اه بزار تی چند سال گذشته بر در در شروع جانوری در شروع جانوری پارسال سهام یک نیو بود فقط چهار دلار مثلا میتونیم بریم از فقط دقیق از شروع شروع 2020 کنه مثلا د شیشی د شیشی جانوری 2020 د قسمت چی سی سیار میبینین یک سهام نیو بوده 3.51 دلار که بیش از 1000 فیصد رشد داشته یکی از کمپانی هایی بود که واقعا خیلی رشد داشت در سال 2020 در حالی که ماشینایش هنوز در دور دنیا همه جای وجود نداره و کمپانی هر روز کار منه و در 2000 در 2020 در 2020 یعنی یک سهام نیو رسید در دسامبر یعنی دسامبر نه داخل های 2020 در ماه های دسامبر رسید تا 48 دلار تا 48 دلار سهام یک نیو رسید و باز در شروع از شروع 2021 تا ماه ماه فوریه تا 10 فوریه یک سهام نیو در 62 دلار رسید و خب از ده فبراری به بعد خب بازار مالی یک مقدار خیلی خراب شد و نیو یک از کمپانی بود که ارزش سهامش خیلی رفت پایین بازار اینجا بریم سعی کنیم مثلا صحام یک سهام نیو در, در چند 5 پنج مارچ ده پنج مارچ یعنی کمترینش 32.62 دلار رفت سهام نیو پایین و اینال از هفته گذشته از دوشنبه تا حالا از دوشنبه تا حالا از از دوشنبه نه از جمعه هفته پیش تا امروز دور برای از هزمو انجی آره انجی از از جمعه هفته پیش از 32 دلار پس امرو امروزی که ما و شما چهارشنبه ده فوریه ده ماه مارشه در 42 دلار رسیده پس دوباره سا کمپانی نیو پس دوباره در بازار یک مقدار روی رشد رفته و همچنین وقتی که بازار مالی خراب بودن درباره نیو خیلی سخت صحبت میشد هر روز چون نیو خیلی یک کمپانی است که سهامدارای خیلی زیادی داره و خب چیزی خیلی نگران کننده بود مخصوصا در بازار آمریکا دربارهش شنا صحبت میشد و بچه ما از اینجا ما برتان یادآوری کنیم که ما کدام مشاور سرمایه گذار نیستم فقط کوشش نم اطلاعات بدیم اگر کسی هستی میخوای سهام دار باشه سهام بخره و یا سهام داره حالا نیو نداره یعنی به نظر شخصی من نیو یک کمپانی هسته که باید در لیست سرمایه گذاری داشته باشه و همچنین پرایس پردیکشن از ما تا آخر از این سال یعنی پیش بینی قیمت سهام نیو تا آخر 2021 100 دلار ما که خودم باور دارم که 100 دلار اصلا جای شک نیست حتی زودتر تا ای از این سال میتونه ده 100 دلار برسه و خبرهای مهمی که درباره نیو ما برتون داشتم هست که نیو برنامه‌ریزی داره تا حداقل تا وسط از این سال در اروپا ماشین های برقی خور در اروپا ماشینهای برقی فروش که در حال حاضر وجود نداره ولی خب به زودی میایه به زودی میایه که واقعا در اروپا وقتی بیایه روی سهام نیو روی کمپانی نیو کمپانی نیو رشد منه و سهامایش خیلی رشد منه و تا حالا هم خیلی روش داشتن خب در وقتی که بازار مالی خراب بود تنها سهام نیو نرفت با این سهام کمپنی های دیگه هم رفت با این که تسلا این از از 900 دلار تقریبا تا 600 دلار رسیدن خبری مهمی که ما امروز درباره نیو خوندم این یک شبکه خبری ریتورس گفتن که کمپانی های ماشین های برقی مثل لایوتو نیو ایکس اینا برنامه دارن که در ت همین سال ته همین سال اینجا میبینین ایکس پلان است تو لیست هنگ کنگ از سون از دیس year تاپینگ ا گرووینگ انوستور کلوزر تو هوم سایت پیپل وی, وی نولیج آف ماتر برنامه دارن که در لیست بازار در لیست بازار هنگ کنگ اینا اضافه شدن این کمپانی های کمپانی های چینی ماشین های برقی میسازه خب نیوم در لیست از اونها هستن و اینکه I don't think try each am is to sell at least five percent of L charge uh, in large in large shares capital in the Asian who the people said best based on their new New York market uh, capitalization on Monday process could reach a five billion uh uh company company uh company new enough uh تقریبا 5 از کمپانی های در در مردم مثلا ارزش خود در در بازار در بازار هنگ کنگ بفروشه نظر به بازار نظر به یعنی سرمایه کل بازارش در در بازار آمریکا که گفتن میتونه تا 5 بیلیون دلار 5 بیلیون دلار رشد کنه که واقعا یک چیز خیلی زیاد هستن چیز خیلی زیاد هستن و اینکه کسانی که چه کسانی که روی نیو سرمایه گذاری کنن و چه کسانی که برنامه رزی روی نیو سرمایه گذاری کنن نیو یک کمپانی است که تو نمیتونی کوتاه مدت روی سرمایه گذاری کنی و اگر طولانی مدت در نظر داشته باشی میتونی خوب سود و فایده خوب داشته باشی و کسانی هم که سرمایه گذاری که سود و فایده خوب داشته و در طولانی مدت هست که فکر کنم نیو میتونه رشد خوب داشته و آلام که درسته حتی در دو دل دل دلار هم رسیده بود خب پول خیلی زیاد بود یک سهامش ولی به نظر ما و نظر به بازار و برنامه هایی که نیو داره این فقط شروع شروع نیو هست نیو اصلا تا آخر از سال شک شک نیه که ده ده صد دلار برسه حتی زودتر تا یه سال میتونه برسه و تا چند سال های آینده که یعنی واقعا هزار دلار را که از قرار اخباری که من دنبال کردم از قرار برنامه هایی که کمپانی نیا داره و چیز محصولاتی که تحویل میده برای مردم یک هزار دلار تا چند سال آینده جای شک نیسته که در حال حاضر مارکت کپ 64 بیلیون دلار هستن واقعا خیلی زیاد هستن و آره دیگه ارنینگ دیت فبراری بل بلا 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 bla bla 5 range 5 weeks والوم. یعنی مثلا خرید فروش خرید فروش هر روز سهامش مثلا در حال حاضر 89 میلیون دلاره واقعا خیلی زیاده واقعا خیلی زیاده یعنی فقط این شروعی شروعی سفر نیو است و خب همه شما در جریان هستن که سال 2021 به من سال ماشین های برقی هستم و نیو یک از بزرگترین رقیب های یک از بزرگترین رقیب های تسلا و محصولات خیلی خوبم تحویل میده و در 2021 در 2020, 2020 رشد خیلی خوب داشته. دیگه این موضوع از این ویدیو بود امیدوار هستم که از ویدیو یک چیز خوب یاد گرفته باشین براتون کمک کرده باشه نیو چی هست و میخواین سهام بخرین و یعنی پیش گفتم من کدام مشاور سرمایه‌گذار نیستم ولی اگر میخواین سهام بخرین سهامدار باشین نیو به نظر شخصی من ایکس کمپانی هست که باید در لیست سهامایتان باشه و کوشش کنین که یعنی کوشش نیه که باید نیو در لانگ ترم طولانی مدت در نظر داشته باشیم و در طولانی مدت ما و شما از کلا از سرمایه گذاری در طولانی مدت است که ما و شما میتونیم سود و فایده خوب داشته باشیم و وقتی خب بعضی وقتا سهام بالا و پایین های خورده را شما باید در همه در هر قسمت چ باید صبر و حوصله داشته باشین و مثبت همیشه شخص فکر کنین وقتی سهامتان میای پایین هرگز یک سهامدار ما از قرار مثلا کامنت ها و پیام های بعض بچه ها دیدیم که وقتی سهام میره پایین نگران میشه و بعضی ها هیچ وقت هرگز نباید وقتی کمپانی ها ارزش سهامش میره پایین باید ما سهام خود بفرشیم مثلا کمپانی های مثل نیو مثل تسلا یا نمفام اپل مایکروسافت این همچین کمپانی هایی که ما روش سرمایه گذاری خب وقتی سهام میره بالا میای پایین وقتی میای پایین اون وقت هسته که بازار برای ما یک تخفیف دادن به گفتی ورن زمانی که دیگر رو وقت ما میخریم دیگه این موضوع از این ویدیو بود امیدوارستم که از ویدیو یک چیز خوب یاد گرفته باشین اگر تا حالا کانال سابسکرایب نکردین خوشحال میشم کانال سابسکرایب کنین زنگوله هم حتما بیزنین مش کنین لایک را که بتونیم کانال رشد بدیم مردمای بیشتر بچه‌ها هم از کانال ما با خبر از این ویدیو های ما بیتنه کدام استفاده داشته باشه برای سرمایه گذاری ارسای دیجیتال و اینا دیگه وقتتان خوش هر جای دنیا هستین خوش و سلامت باشین خدا نگهدارتان